عمق فلزی ها بستگی به نوع طراحی مدار اونا داره و نوع عملکردشون در بالاترین حساسیت ها در پالسی بی ال اف تی آر بی اف در عمق کمه، عمق زیاد نمیتونن کار کنن و این یک موضوع فنی علمی و قابل اثباته و اثبات شده است. به خصوص تلار نمیتونن در عمق زیاد بگیرن. شما حتی اگه فرکانس هم داشته باشه تعیین کنی، چون مدارش به طور طبیعی عملکرد مغناطیسی و تشخیص مغناطیسی داره، فلزاتی در این ابعاد میتونه در عمق کم بگیره. خب خیلی از تعریف هایی که فروشنده ها میکنن با واقعیت اصل جریان یکسان نیست و بعضیا میان صخره و لایه درست میکنن، زیرش یه فلز رو رد میکنن از جلوی کوئل لوپ یا اون سنسور و میگن این در عمق زیاد میگیره که نمیگیره. خب اینجا حداقل یه عمق کمی همچین چیزی رو پیدا کرده و نیومده دیگه تو 3 4 5 متری میگیره. نوع تست اینا در روش حرکتی مهمه و در اینکه باید اگه میخواد تست بشه ببینید تلار تا چه عمق میگیره. خب عمق بالایی نمیگیره، ولی فروشندگانش، بعضی از فروشندگان خیلی تعریفهای بیخودی و بیمورد میکنن که خب خود کمپانیای سازنده هم اونو قبول ندارن. در اینجا یه نوع تست رو میبینید که اون فلزه رو قرار دادن و خب اون کوئل لوپ رو عروش عبور میدن. این برای تمرین کار خوبیه، ولی در زمان صحنه اصلی کار شما نمیدونید نوع خاک چیه. حتی اینجا رو لایه به لایه هم کرده باشید، لایه های همه مناطق یکسان نیست و سیستم های مغناطیسی پالسی وی ال اف تی آر بی اف او در جریانات وجود تغییر لایه های زمین یا شکل عمودی یا افقی تغییر کردن لایه زمین دچار بحران یا دچار اشتباه در تشخیص میشن، چون بالانسشون از دست میدن. ولی تمرین در هر کاری میتونه بهترین مهارت ها رو ایجاد کنه. برای اینکه یه فلزی ها بتونه خوب کار کنه یا واقعا کارایش معلوم شه، بعد در زمان تمرین و تست بتونه اون منابع رو بگیره، اون فلز رو بگیره. حالا اینکه در صحنه اصلی کار در جایی مانند اینجا طرف چی جوری عمل کنه، اینجا رودخونه باشه اونجا کوه باشه، این دیگه به دستگاه ربطی نداره. ولی دستگاهی که میتونه طلا رو در عمق بگیره توانایی داره. خب در این جور مواقع و در این جور جاها دیگه اپراتور بعد روش‌های خاص رو پیاده کنه. روش خاص ویژه‌ای کسی نمیتونه برای همه مناطق تعریف کنه. البته در فرکانسی کرده ویدیو و تلویزیون حج داره، نوع منطقه زمین مطرح نیست، چون فرکانس جریان انرژی تشعشع و توانایی عملیاتی رو داره. نحوه کاربرد با فلزیاب ها، چه آنتنی چه پالسی چه بی ال اف، هر مدلی که هست، اینا دیگه با خود اون اپراتوره که چه عملیاتی رو داره انجام میده. باید روی کارش تسلط پیدا کنه و بتونه بهترین کیفیت رو به دست بیاره. حالا بعضیا میگن آنتنی درست کار نمیکنه، که میگه تو دست میچرخه، که میگه پالسی، هر کدوم هر چی که میگن، در اصل اون کیفیتی رو باید در زمان تمرین اپراتور به دست بیاره و مشخص کنه به چه صورته. مسیر جستجو هم باید مشخص باشه دیگه. اون مسیر جستجویی که اپراتور داره میره باید با روش‌های دقیق و صحیح باشه. اینجا روش‌های ناگهانی تغییر میده اپراتور. خب شاید اون طراحش به این صورت گفته، ولی عملاً اگه کسی بخواد با یه سیستم آنتنی کار کنه به این صورت نمیتونه هدفو بده. و یه سیستم باید طلای جدید یا فلز جدید الان در عمق بگیره تا بتونیم بگیم یابنده است کار میکنه و کیفیت.